حکایت از آدم و حوا سر می شود که به جای خدا به شیطان گوش دادند. آنها به اطاعتی کردند و مناسبت هایشان با خدا ویران شدند. آنها اولین شده گناه و نتیجه آن مرگ را از سر گذرانیدند. آنها بدنشان را با برگ های درخت پوشاندند، اما این لباس ها به خدا معقول نشدند. بجای آن او با آنها از پوست حیوان لباس پوشاند. خدا خودش بار اول حیوان را قربانی کرد تا شرمندگی آنها را پوشاند. آدم و حوا دو فرزند داشتند، قابیل و هابیل. قابیل از حاصل رویانیدهش قربانی کرد، هابیل حیوانی را کشته قربانی خونی آورد. خدا قربانی هابیل را قبول کرد، اما از قابیل را نه. چرا؟ چونکه گناه مرگ می طلبد، ما را از خدا جدا می کند و باید در عوضش حیات داده شود. قابیل از حسد هابیل را کشت و آدمان زیاده را به راه بدی روانه کرد. بعد صدها سال احوال چنان بد شد که خدا به خلاصه آمد که هیچ کس لایق زیستن نیست، هیچ کس غیر از نوح و آیلش. خدا به نوح فرمود که کشتی سازد و با این کار چنین خبر را رساند. جزای گناه ناگزیر است و یگانه راهی خلاص شده رحم خدا را گرفتن کشتی است. آدمان نوح را مسخره می کردند تا دمی که باران بارید و آب همه جا را پوشاند و آدمان به این تیار نبودند. آب خیزی تمام آدمان و حیوانات را کشت. تنها نوح، آیلش و حیواناتی که خدا به کشتی آورد نجات یافتند. بعد ابراهیم پدر ایمان آمد. خدا با او گفت که پسرش را بر کوه قربان کند. ابراهیم غمگین شد، اما به خدا اطاعت کرد. او ایمانش را در عمل نشان داده پسرش را به کوه موریا برد. اما همین که ابراهیم پسرش را کشتنی شد، خدا او را باز داشت و به جای پسرش حیوانی را پیشکش کرد. حیوان به جای پسری او شد و جانش را خرید. 400 سال گذشت و خدا موسی را فرستاد تا خلقش را از مصر بیرون آورد. فرعون شاه مصر این را نمی خواست و خدا او را با 10 بلا جزا داد. هنگامی بلای آخرین خدا فرشته مرگ را فرستاد تا یکم پسری هر آیله را کشد. به خلق فرموده شد که بره کشته خونش را به پهلودری ها مالند. فرشته خون را دیده می فهمید که بچه های این خانه با قربانی خلاص کرده شده اند. یهودی یا مصری، غلام یا آزاد، اگر به خدا گوش کنند فرزندانشان نجات می‌یافتند. وگرنه آن شب پیشگویی موسی اجرا شد و در مصر در هر آیله‌ای که مرحمت خدا و قربانی را رد کرد آه و ناله بلند شد. دیرتر موسی به خلق تورات را داد که خدا در آن راه پوشاندن گناه آدمان را بیان کرده است. گناهگار حیوانی را نزد کاهن آورده چون رمزی به حیوان گذشتن عیب و گناههایش دستانش را به سر آن میماند. بعد حیوان قربانی کرده میشد، خونش میریخت، گناههای شخص رو پوش میشدند. شاه داوود و پیغمبران به تورات پیروی میکردند، اما در فکر بودند آیا خون حیوانات حقیقتا گناهها را رو پوش میکند یا آنها رمزها بوده به آینده اشاره میکردند. داوود آید شاه مسیح می آمده پیشگویی کرد. او از نسل شاه داوود بوده در قدرت حکمرانی خواهد کرد، اما خاکسار و رحمدل خواهد بود. این مسیح بی گناه، بی عیب، کامل، پاک خواهد بود. او عذاب کشیده می میرد و قربانی حقیقی می شود. او قربانی بزرگ می شود. عیسی در آغیل زاده شد چون که برایش خانه یافت نشد. او از اولاد شاه داوود اما کمبغل بوده از باکیره پاک زاده شد. چوپانان فلسطینی و خیردمندان بای از شرق برای جلال دادن کودک آمدند که حقیقتا همان مسیح بود که نوشته ها آید او گفتند. عیسی محبت، راستی، صلح را موعظه میکرد. او دریدگر خاکسار اما فیلسوف عالی جناب بود. او درویگان را که به خدا نه به مراسم ها دقت میدادند عیبدار میکرد، اما او را بیچارگان، حلیمان، گناهکاران دوست می داشتند. او کر، کور، معیوب و دیوزده را شفا می داد. او حتی مرده ها را زنده می کرد. مردی بی خانه، استاد آوارگرد که دوستداران خدا را به حیات پره دعوت می کرد. عیسی خدا را پدر نامیده نشان می داد که خدای توانا آدمان را چون پدر دوست می دارد.
خدا خواست با آدمان چون با فرزندان مناسبت کند، اما یک مشکلی بود، آنها گناهکار و خدا پاک است. گناه های انسان ها از آدم سر کرده آنها را از خدا جدا کرده بود. او می دانست که برای برگرداندن آنها چی باید کند. یحیای غوطه‌گر آید عیسی گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را می بردارد. عیسی مسیح بود که انتخاب شده بود تا قربانی بزرگ شود. او که بی گناه، پاک، کامل و راستکار بود، باید مزد گناه را می داد. بی عیب در عوض عیب داران، مقدس در عوض آدمان گناهکار. او این را برای آن کرد که مزد گناه آدمان را داده آنها را از گناه آزاد کند و مناسبت های خوب را با خدا که آدم از دست داده بود برقرار کند. عیسی در صلیب نه با دست یهودیان یا رومیان، بلکه با دست خدای پدرش قربانی شد. خدا عیسی را برای اجرای نوشته پیغمبران قربان کرد که او باید بره خدا شود که گناه های جهان را، گناه های ما و شما را می بردارد. اما بعد 3 روز خدا عیسی مسیح را زنده کرد، چون وعده برای کسانی که به او ایمان می آورند، آنها نیز برای حیات ابدی زنده می شوند. بعد از آن عیسی به شاگردان وعده داد که بر می گردد، اما این دفعه چون داور و شاه. مسیح تحفه خدا به آدمان است تا در گناه‌هایشان نمیرند، از خدا جدا نشوند، بلکه با قبول قربانی او از نو به خدا مناسبت کامل داشته توانند. اما چون هر تحفه تا آن را نگیرید، آن از شما نیست.